گزارش ها و مطالب امروز تلویزیون آشنای صدای امریکا. ناکامی دیگر رهبران دو حزب عمده در کنگره ایالات متحده در جهت پایان دادن بنبست مالی این کشور. د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لوږې په ستونزې ځغلنده نظر. برخورد و الفاظ نیک در گفتار روزانه و تأثیر آن بر تحکیم روابط اجتماعی. او د کرکټ د ملي لوبډلې سره د کابل د ښاریانو ګډه د اختر نمانځنه. هیله ده تر پایه مون سره اوسئ. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی و امید اینکه روز دوم عید را به خوشی و سرور سپری کرده باشید. شما را به برنامه امروز چهارشنبه 24 میزان سال 1392 شمسی خوش آمدید میگویم. میزبان شما احمد فاضل لامی. ریاست امنیت ملی افغانستان یک روز پس از کشته شدن ارسلان جمال والی لوگر با نشر اعلامیه گفت که بر اساس تحقیقات ابتدایی آنها واقعه دیروزی در مسجد پل علم از باعث انفجار بم تعبیه شده در میان نسخه های قرآن کریم رخ داده است. در اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان این عمل را بزرگترین بی‌حرمتی به اماکن مقدسه و قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان خوانده است. در انفجاری که صبح روز اول عید در مسجد شهر پل علم رخ داد، ارسلان جمال والی لوگر کشته و 15 تن از نمازگزاران دیگر زخمی گردیدند. طبق خبر جداگانه، محب الله نوری معاون ریاست پلیسی و نظارت شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته در ساحه تاتمدره ولایت پروان مورد حمله راکتی قرار گرفت که در آن به کسی آسیبی نرسید. صدها هزار زیارت کننده حج امروز چهارشنبه مراسم به سنگ زدن نمادهای شیطان را به جا آوردند. سنگ زدن به نمادهای شیطان یکی از ارکان مراسم چهار روزه حج شمرده می شود. در مراسم حج همساله میلیون ها مسلمان از سراسر جهان گرد هم می آیند و بزرگترین گرد همایی مذهبی را تشکیل می دهند. با باور مسلمانان پیشینه حج به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم علیه السلام برمی گردد. قابل یادآوری است که در مراسم حج امسال تعداد حجاج نسبت به سالهای قبل محدود ساخته شده است. و بنبست مالی در سطح حکومت ایالات متحده آمریکا هنوز هم از بین نرفته و دیروز نیز بحث‌های طولانی میان رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره نیز بدون کدام تصمیم نهایی پایان یافت. جزئیات بیشتر این بحث‌ها و تاثیر آن بر ضرب العجل قرضه‌گیری حکومت فدرال را از لینا روزبه می‌شنویم که از جلوه قصر کنگره با ماست. لینا جان بفرمایید. بله، با سلام به شما و به بینندگان. دیروز سه‌شنبه در حال ختم گردید که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شدیداً روی این موضوع با یکدیگر به مباحثه پرداخته بودند که چگونه بنبست مالی قبل از فرارسیدن ضرب العجل 17 اکتبر که روز ختم دادن قرضه به ایالات متحده است حل گردد. انتظار می‌رفت که ممکن این دو حزب بتوانند تا ختم دیروز سه‌شنبه با نتیجه روی موضوع نائل آیند، ولی موضوع صورت نگرفت و امروز چهارشنبه قرار است باز هم رأس 11 صبح به وقت محل در کنگره جلسه دیگر مذاکره بین دو حزب روی بنبست مالی و رسیدن و نائل آمدن به موافقه متفق رأی روی حل این مسئله صورت بگیرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر تا فردا کنگره نتواند با یک موافقه روی این موضوع نائل بیاید، یکی از بزرگترین فاجعه‌های مالی آمریکا به شمار می‌رود که ضرب العجل 17 اکتبر به این معناست که آمریکا دیگر قادر به دریافت قرضه و پرداخت قرضهای پیشین خود نخواهد بود. البته بحث‌های این دو حزب طوری که گفته شد امروز هم ممکن تا ختم روز ادامه پیدا کنم. جان بنر رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه و خبرنگاران به روز سه‌شنبه بیان داشت که جمهوری خواهان اجازه نخواهند داد که ایالات متحده قادر به پرداخت قرضه‌اش نگردد. من در طول ماها واضح ساختم که این عقیده اشتباه است و ما نباید حتی به آن نزدیک شویم.
مجلس نمایندگان بعد از آنکه اعضای جمهوری خواهان یک پلان تازه را برای تجدید قابلیت قرضه‌گیری حکومت تا اواسط ماه فوریه و گشایش ادارات حکومت تحت برخی شرایط پیشنهاد کردند، ملاقات میان رهبران این حزب به این نتیجه رسید که این پیشنهاد قادر به کسب آرای کافی برای تصویب نخواهد گشت. در واکنش به این عدم ثبات سیاسی در بزرگترین اقتصاد جهان، اداره ارزیابی سطح اعتبار فیچ ایالات متحده را به روز سه‌شنبه در بخش نظارت منفی قرار داده است. مقامات گفتند که وزارت خزانه ایالات متحده می تواند قادر به پرداخت 16.7 تریلیون دلار قرضه اش نگردد، در صورتی که بعد از 17 ماه اکتبر قادر به دریافت قرضه بیشتر نباشد. نانسی پلوسی رهبر اکثریت در مجلس سنا بیان داشت که برخی از این قروض از زمان حکومت جورج دبلیو بوش رئیس جمهور جمهوری خواست که در آن وقت گرفته شده بود. اکثریت این قرضه از زمان حکومت بوش است و آنها نمیخواهند آن را بپردازند. این در مورد آنچه در آینده اتفاق میافتد نیست، در مورد قروضی است که صورت گرفته. پس چطور از آن روی گردانید؟ جی کارنی سخنگوی قصر سفید بیان می‌دارد که ناکامی در افزایش سطح قرضه قبل از ضرب الاجل تعیین شده می‌تواند پیامد خطرناکی داشته باشد. وقتی ضرب الاجل نافذ شد، شما داخل زمان می‌گردید که ما هرگز در این نبودیم و به جهان این پیام را می‌فرستد که بی‌ثباتی در مورد ایالات متحده در بخش پرداخت قرضه‌های ما به وقت معین وجود دارد که همیشه به آن وفادار بودیم و به همین دلیل هیچگاه از این حدود عبور نکرده بودیم. رابرت شلر، استاد یونیورسیتی یل که یکی از سه برنده جایزه نوبل امسال در بخش اقتصاد است، با صدای آمریکا بیان داشت که عدم قابلیت پرداخت قرضه توسط ایالات متحده فاجعه زا خواهد بود. هنوز فکر میکنم احتمال آن نمی رود. هر دو جانب می داند که فاجعه زا خواهد بود. مثل مسابقه دو موتر که برنده آن کسی است که تغییر جهت ندهد، ولی معمولا این باعث تصادم می گردد. شلر بیان داشت که مقروضیت ایالات متحده می تواند بر اقتصاد آمریکا زیان بار گردد، ولی اقتصاد به شکل تدریجی دوباره در مسیر خود قرار خواهد گرفت. این برنده جایزه نوبل می افزاید که صدمه این وضعیت از همکنون بر اعتبار ایالات متحده وارد آمده است. در حالی که هفته ها بحث روی بنبست مالی امریکا جریان داره، هزاران کارمند حکومتی و دفاتر در اینجا رخصت شدن از کارهای خود و این موضوع تاثیر منفی را بر بازار اسهام و اظهار نیز در جهان از خود بر جای گذاشته. وزارت خزانه ایالات متحده نیز هشدار داده که در صورتی که موافقه امروز در بحث کنگره صورت نگیرد، ضرب الاجل فردا 17 اکتبر فاجعه زا خواهد بود، چه در بخش ایالات متحده و اقتصاد و موضوعات مالی داخلی و چه در خارج از او و در بازارهای بین المللی. در این زمان از جانب یک روزنامه در ایالات متحده، شیکاگو تریبیون، که یک سنجش آرای عامه و تحلیل در روی موضوع در مقاله امروز به نشر رساند، یک سنجش آرای عامه نشان می‌دهد که بحث‌های طویل بین دو حزب باعث کاهش محبوبیت حزب جمهوری‌خواه تا 74% در بین مردم آمریکا شده که در مقایسه با 55% آرای منفی در قبال دموکرات‌ها و حکومت اوباما بسا بیشتر است. به هر حال بحث امروز کانگرس که رأس ساعت 11 آغاز میشه، تصمیم گیرنده این موضوع خواهد بود. بله. که آیا احزاب آمریکا میتونن بنبست مالی را بشکنن یا اینکه آمریکا به شکل تاریخی برای بار اول با ضرب الاجل عدم دریافت قرضه در جهان مواجه خواهد شد. تشکر از شما. دیپلماتان ایران و 6 قدرت جهان امروز نیز به مذاکراتشان پیرامون راه‌های پیشنهاد شده برای رسیدگی به معضله اتمی ایران ادامه می‌دهند. هر دو جانب به روز سه‌شنبه از روز نخست مذاکراتشان راضی بودند. در این دیدار وزیر خارجه ایران جنبه‌های تکنیکی یک پلان جدیدی را برجسته ساخت که بر اساس آن جامعه بین‌المللی از صلح اصل‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل می‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت آنها دیگر نمی‌خواهند که در ابهام قرار داشته باشند و راجع به آینده شک کنند. در این مذاکرات ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان از ایران می‌خواهند تا به اثبات برساند که در صدد ساخت سلاح اتمی نمی‌باشد. معاون مالی و اداری وزارت امور زنان افغانستان که به دعوت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID به واشنگتن آمده است،
در مصاحبه اختصاصی با لیلا حبیب عظیمی از تلویزیون آشنای صدای آمریکا در مورد وظایف و مکلفیت‌های این وزارت و دستاوردهای اخیر آن صحبت کرد. در قدم اول اگر لطف کنین و در مورد فعالیت‌ها و گام‌های مثبتی که وزارت امور زنان برداشته صحبت کنین. یکی از کارهای مهمی که وزارت امور زنان برای زنان افغانستان انجام داده تایید پلان کاری ملی 10 ساله بر زنان افغانستان است که خوشبختانه تطبیق از او آغاز شده و نتایج تطبیق از او هم مؤثر است که فیصدی های پیشرفتی که در افغانستان در زنان در عرصه‌های مختلف صورت گرفته ناشی از تطبیق همین پالیسی ملی 10 ساله بر زنان افغانستان است. برخی از کشورهای حمایت کننده در افغانستان و برخی از رسانه ها در غرب مدعی آنند که عملا زنان این کشور هنوز هم با مشکلات فراوان روبروستند. ارزیابی شما در این زمینه چی است؟ وزارت امور زنان وظیفه‌اش تهیه پالیسی ها، نظارت از این پالیسی ها و تطبیق و ایجاد فرصت ها است. در رابطه با ایجاد فرصت ها امروز بیشترین مراکز آموزشی را وزارت امور زنان ایجاد کرده در ولایات که امروز زمینه ساز کار بر زنان شده و سالانه در این مراکز بیشتر از 150,000 زن آموزش می‌بینند و زمینه کار برشان مساعد میشه که یکی از فرصت هایی است که وزارت امور زنان ایجاد کرده. یا همینطور باقای زنانه که محل تجمع است و تبادل افکار زن است و حتی به یک محیط اکادمیک مثلا در اونجا مرکز فروش صنایع دستی وجود داره که هیچ وزارت خانه دیگه حاضر نیست این کار بکنه و وزارت امور زنان به عنوان یک وزارت که فرصت ها را میخواهد مساعد بسازه و تشویق بکنه بر خانم ها ایجاد شده. قوانین و پالیسی هایی که دیگه مثلا امروز مقرری مراکز حمایوی که از زنان قربانی خشونت حمایت میکنه این وزارت امور زنان ساخته و با همکاری نهادهای غیر دولتی را تطبیق میکنه. یا بعد ها پروژه هایی است که ما البته تطبیق کنندهش نیستیم ولی به عنوان یک وزارتی که برنامه داده برای دیگرها و او را نظارت میکنه کار کردن. در سطح شهری ما میبینیم زنان معتاد، مجرم، گدا و امثال آن که از جمله مشکلات و معضلات اساسی جامعه است. در رفع آن وزارت امور زنان چه گام هایی برداشته؟ در رابطه با زنایی که در روی سرک گدایی میکنن یا زنای بی‌وظاعت هستن ما یک پلیسی را به کابینه پیشکش کردیم که مورد تایید قرار گرفت و در حال تطبیق هم است که جمع‌آوری گداهای رو ایجاده و چی است. در این رابطه 21 وزارتخانه همراه ما کار میکنه به شمول وزارت داخله و اینا. ما گداهای را که خصوصا خانم ها هستن اینا را جمع‌آوری میکنیم، یک مقدار زیر به سر میاشت یک تعدادشان را تسلیم میکنیم، یک تعدادشان را به می پروژه های رفوی که در باغ های زنانی ماست مصروف کار میشن که از او درآمد برای خود پیدا میکنن. ولی متاسفانه شما میبینید گداها در تمام جامعه به شکل بوده که بعضی از اینا رفوی هستن که هر قدر برشان کار کنی باز هم این کار پلیس است که باید بالاخره قانون من گدایی به وجود آمده به اساس همو پلیسی وزارت امور زنان شوه. یک تعداد از اینا کسان هستن که متاسفانه از کشورهای همسایه آمدن به یک شکل دیگه و یک تعداد از اینا واقعا مستحق هستن. ما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان قرار داریم. در قسمت توانمند سازی زنان در اشتراک آنها در پروسه سیاسی از سوی وزارت امور زنان چه گام های برداشته شده و آیا به نظر شما تا کنون کارهایی که صورت گرفته برای اشتراک زنان در پروسه سیاسی مثبت بوده یا به نظر شما چطور بررسی میکنید؟ با وجود همه مشکلاتی که است نقش زنا از نظر ما بهتر است به خاطر از اینکه ما همراه نهادهای مختلف غیر دولتی مثل شبکه زنان افغان و بعضی نهادهای دیگه که برای صلح و دموکراسی کار میکنن که یک بخشی از کارهای وزارت امور زنان به اونا تعلق میگیره و از طریق ما تمویل میشن، همراه از اونها یک جای مشترکن کار میکنیم تا حضور زنا پررنگ شود. بیشترین چیزی را که ما سر از اون میپیچیم ارتقای ظرفیت خانماست. برای اینکه ما بتونیم خانما را در پروسه رهبری و مشارکت سیاسی و اقتصادی سعی می‌سازیم باید بر ارتقای ظرفیت از اونا کار شوه که تقریبا از یک پروژه دیگه را هم با یو سی ای دی در حال امضا کردن هستیم که به نام پروژه پروموت یاد میشه که را بر 5 سال آینده در عرصه های اقتصادی، تعلیم، تربیه و مشارکت و رهبری زنا زنا را تقویت میکنن و در 34 ولایت افغانستانی البته در مرکز و ولایات تطبیق میشه و به اساس از او زنا در اکثر در ولایت ما به تحصیلات عالی تشویق میشن که اینا زمینه
فرصت تحصیلات عالیشان مساعد میشه و همچنان مهارت‌های مسلکی در منیجمنت اداره و بیشترین تمرکز ما سر برنامه‌های آگاهی است. بازم به خاطر که برنامه‌های آگاهی در کشور ما بسیار موثر بوده و موثریت خود داره، تا زمانی که ذهنیت جامعه در مقابل نقش زن تغییر مثبت نکنه، هر قدر که فرصت‌ها برای زنان مساعد شود، بازم مشکلاتشان شدید تر خواهد بود. یک بار دیگر سپاسمندیم از حضورتان در برنامه امروز. از شما هم بسیار تشکر که فرصت مساعد کردید. مصاحبه اختصاصی بود با فوزیه حبیبی، معین وزارت امور زنان افغانستان، که چند پیش به واشنگتن آمده بود. زنان افغان توانستند در بخش‌های مختلف کاری پیشگام باشند و استعدادهای خود را آشکار سازند. سهیلا هاشمی از جمله زنان افغان است که توانسته در یکی از مناطق مشهور جهان در بخش تکنولوژی جدید به پیشرفت‌های نایل آید. همکار ما سمیر رسولی با فهیم هوشنگ طی سفرشان به کالیفرنیا گزارش آماده کردند که با هم یک جا می‌بینیم. سیلیکون ولی در شمال کالیفرنیا یکی از مناطق است که شهرت جهانی داشته و بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی جدید کامپیوتر و ارتباط من جمله گوگل، اپل، فیسبوک، یاهو و مایکروسافت در آنجا مستقر است. قرار سروی که از سوی انجمن الکترونیک ایالات متحده در سال 2008 انجام یافته، پس از شهرهای نیویورک و واشنگتن دی سی و حومه‌های آن، سیلیکون ولی 30 منطقه با بزرگترین مرکز کارمندان تکنولوژی به شمار می‌رود. این ساحه به دلیل داشتن بسیاری از شرکت‌های مطرح نیز به یکی از مشهورترین مناطق دنیا تبدیل شده است. سهیلا هاشمی از جمله زنان افغان است که در شرکت تکنولوژی سیسکو در منطقه سیلیکون ولی مشغول کار می‌باشد. لطف کنید در آغاز در مورد خود بگویید که از کجا آغاز کردین و فعلا مصروف چی کار در کالیفرنیا هستین؟ بله، تشکر بسیار زیاد. سلام برای همگی برسد. ما فعلا در کمپانی سیسکو سیستمز کار میکنم، باعث یک سینیر منیجر در سیسکو سرویسز هستم. در مورد کمپانی سیسکو بگوین بر ما که مشخصا چی کارا را شما میکنین و کمپانی چی اهداف داره و کمپانی چی است؟ آرکیتکچر انفورمیشن را درست میکنن که چه قسم به زودی به whether it's healthcare یا financial organizations یا retail، اینا همو انفورمیشن که با ایس ضرورت از اوناست و زودی برشان به سکیلابیلیتی چقدر برشان برسانه. سهیلا هاشمی از پانتون ایالتی سنوزه در رشته علوم ساینس به درجه لیسانس فارغ شده و سپس در جنوری سال 2004 در شرکت سیسکو آغاز به کار نموده است. خانم هاشمی در کنار وظیفه‌اش فعالیت‌های اجتماعی هم دارد و یکی از فعالان جامعه مدنی است و عضویت انجمن فرهنگی دانش و حرکت افغانستان متحد و آزاد را نیز دارد. سهیلا هاشمی میگوید در شرکتی که وی مصروف کار است، افغان‌های دیگری نیز کار می‌کنند. او ترویج بخش‌های مختلف تکنولوژی را در به وجود آوردن صلح و امنیت در افغانستان مهم شمرده میگوید. سکیوریتی خود ما میتونیم از طریق تکنولوژی بیلد کنیم، چون تکنولوژی نمیتونه که یک طالب شوه یا یک انترنشنال فورس باشه. تکنولوژی صرف برد انفورمیشن میده و اگر ما او را قسم استفاده کنیم که مملکت خود باش سکیوریتی بیاریم، این یک پاسیبیلیتی است که افغانستان باید در این مراحل باید فکر کنه و بنفیت خود بکنه. وقتی از سهیلا هاشمی راجع به مسائل تکنولوژی پرسیدم، در سخنانش از دیتا و یا حافظه نام برد و گفت که در این اواخر بیشتر در دنیای تکنولوژی مورد بحث قرار گرفته است. ما در یک وقت هستیم که از نگاه دیتا کل امی کمپانیایی که فعلا اینجا کار میکنن، چی که گوگل است، چی که اپل است، یا سیسکو است، یا امی سیلیکون ولی، اینا کلشون سر دیتا است. اگر شما مثلا میرین در فیسبوک از شما نکدام پیسه میگیره، نکدام چیز کار داره. شما امو انفورمیشن شما را که در اوجه هست و نازمون استفاده میکنن با ایست مارکتینگ و با ایست ریسرچ. این حال شما ببینید که در هر انسان و هر کنکشن که ما داریم این یک دیتا پرودوس میکنن و هر دسیژن که یک کمپانی یا یک بزنس یا یک سرویس یا یک دولت یا یک مکتب میخواید بسازه از طریق اینتلیجنت دیتا میسازن. این حال از خود دیتا بسیار زیاد مهم شده بر همه سرویسز. آیا کمپانی سیسکو در داخل افغانستان کمپانی داره و یا همکار است در کدام بخش؟ در 2007 امروی روشن کمپانی روشن اینا پارتنرشپ کردن، 600 ستودنس اینا درس دادن و یادم است که در یک زمان نتورک اکادمی که در افغانستان بود، در بین کل مملکت هایی که در امی اکادمیشان است و یک اکادمی در سر تا سر دنیا دارن و در افغانستان هم دارن
و امو تاپترین نمره که به امتحان داده شده بود از یک دختر افغان ما بود از افغانستان و این تاپترین به کل دنیا بود و این یک جای بسیار افتخار بود و نشان میده که چقدر استعداد خوبی داره افغانای ما. قابل یادآوری است که در سیلیکون ولی شرکت‌های نیز وجود دارد که برای شاگردان خارج از ایالات متحده آمریکا زمینه آموزش را مهیا می‌سازد تا در بخش‌های تکنولوژی تحصیل کنند. این شرکت‌ها بورس‌های تحصیلی را برای شاگردان خارج از کشور نیز فراهم می‌کنند که در این برنامه‌های تحصیلی مسئولان افغان هم شاملند. سمیر رسولی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. مقامات در فیلیپین میگویند رقم تلف شدگان در زلزله سهمگین روز سه‌شنبه به 107 نفر افزایش یافته است. مقامات همچنان هشدار می‌دهند که شمار تلفات احتمالاً بلند خواهد رفت، زیرا عمله‌های نجات هنوز به برخی از مناطق منزوی و دوردست در نواحی مرکزی فیلیپین که بیشترین آسیب را متحمل شده نرسیدند. شدت این زلزله به 7.2 ریکتر می رسید و مرکز آن در نزدیک جزیره بوهول بود که یک محل معروف سیاحتی به شمار می آید. به تعقیب وقوع زلزله، صدها تکان تعقیبی مردم را واداشت که شب را در خارج از خانه هایشان زیر چتر آسمان بگذرانند. جوانان برای رشد ذهنیشان نیاز به مواد غذایی سالم دارند و دهقانان نیاز به مشتریان دائمی. در سراسر جهان ثابت شده است که یک حرکت برای اتصال هر دو مثمر خواهد بود. استیو باراگونا، خبرنگار صدای آمریکا، تهیه گزارشی در روز جهانی غذا نظر کوتاه افغانده بر نهضت مزرعه به مکتب که این گزارش را با هم یک جا می‌بینیم. شاگردان مکتب ابتدایی روت ان مونرو در خارج از واشنگتن دی سی برای صرف چای صبح از محصولات مزرعه صف کشیده اند. ما سیب نیز در مزرعه محلی داریم. از ویژگی های امروز سیب خوشمزه زرد است که از باغ های سیمسبرگ و رینهارت آورده شده. حدود 85% سیب های مکتب از رینهارت می آید که 20 کیلومتر از اینجا فاصله دارد. بخشی از تعداد فزاینده از محصولات مزارعی در رینهارت و پروکس در ایالات متحده به مکاتب می رود. مکاتب برای بیش از 30 میلیون شاگرد روزانه غذا تهیه می کند. حدود 20 میلیون این اطفال مربوط خانواده های کم درآمدند که واقعا مکاتب سعی می کند روی این توجه را متمرکز سازد که از کمبود مواد غذایی برای تعداد اطفال جلوگیری به عمل آید. ما واقعا از محصولات جبهه آبی با پخت و پز غذا رو آورده ایم. به طور کامل اقلام آماده‌اند که صرف با گرم کردن در خدمت شاگردان قرار می گرفت. منتقدان می گویند وعده های غذایی مکاتب برای جلوگیری از چاقی اطفال روی دست گرفته شد. راه برای رسیدن به آن سطوح آن است که غذا را خود ما تهیه کنیم. و اضافه می کند که منابع آن از کمک زارعین به دست می آید تا پول به اقتصاد محلی باقی بماند. این ما را قادر می سازد تا روزمره امکانات خود را برای خرید مواد به صورت محلی تجدید نماییم. نگه داشتن پول در اقتصاد محلی در عین زمانی که مواد غذایی برای اطفال مکاتب فراهم می شود. این به سادگی آشکار است که به همین دلیل برنامه های مزرعه به مکتب از 6 ایالت در سال 1997 امروز به 50 ایالت گسترش یافته است. اما ایالات متحده رهبر جهان در این نهضت نیست. برونو می گوید برنامه جهانی غذا کاروای است. داستان برازیل در این راستا در سطح جهانی موفقیت آمیز است. لوی اینسالو دی سیلوا به عنوان رئیس جمهور برازیل با طرح مبارزش در برابر فقر و رساندن سطح گرسنگی به صفر با استقبال بین المللی روبرو شد. یکی از اساسات این طرح برنامه تغذیه در مکاتب بود، اما در سال 2009 آنها متوجه شدند که می تواند این برنامه برای اتصال کشاورزان و خانواده ها کمک کند. این برنامه اکنون نیازمند دارد که 30% غذای مکاتب از کشاورزان محلی به دست آید. آنقدر موفق بوده که حال برازیل در این قسمت به چندین کشور آفریقایی کمک می کند تا بیشتر برنامه های خود را برای اطفال و زارعین رشد بخشند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مطالعات اخیر در عرصه روانشناسی نشان می‌دهد که انسان‌ها 100% قابلیت ایجاد روحیه مثبت و فضای بهتر را در زندگی شخصی و محیط کاری دارند. قدردانی از دیگران یکی از روش‌های پسندیده و بخش مهم ایجاد روحیه مثبت را تشکیل می‌دهد که اثر واضحی بر شما و دیگران بر جا می‌گذارد. توجه کنید به گزارشی که همکارم شایسته سعادت‌اللهی آن را تهیه کرده است. مطالعاتی که در یک روزنامه صحی ایالات متحده به نام سایکولوژی مثبت به نشر رسیده است نشان می‌دهد که قدردانی فواید متعدد به صحت فیزیکی انسان دارد. اظهار سپاس باعث ایجاد احساسات مثبت در وجود گردیده، روابط وابسته به جامعه را تقویت می‌بخشد و با انسان کمک می‌کند تا از مشکلات زندگی با راحتی و بدون فشار بیش از حد فیزیکی و روانی بگذرند. بیرون از شهر مردم وقت بیشتری داشته، آنقدر مصروف امور زندگی نبوده و زیر فشار قرار ندارند. اما در شهرها زندگی پرمشغله بوده و گاهی اوقات ما فراموش میکنیم که در بدل کمک مردم به خود، حتی با آنها صرف کلمه تشکر بگوییم. اظهار تشکر تنها به مقصد به دست آوردن نتیجه نیست، بلکه ما همچنان زحمات، سعی و تلاش و کمک دیگران را تحسین میکنیم. سپاسگزاری نماینگر احساس نیک است و صرف تشکری لفظی میتواند لبخندی را بر لبان شخصی به وجود آورده و روزش را خوش سازد. این کار باعث تکرار اعمال نیک و مثبت در محوطه خانه و بیرون از آن در اجتماع میگردد. تحقیقات و مطالعات اخیر نشان می‌دهد که دلیل خوشنودی جمعیت کثیر از اظهار سپاس تنها این نیست که قدردانی اعتماد بر نفس را می‌افزاید، بلکه این است که انسان‌ها از این که در اجتماع و آنها ضرورت دیده می‌شود و جامعه با آنها ارزش قائل است لذت می‌برند. فکر میکنم اظهار امتنان قوت بی‌شایبه ای دارد، ولی تا حدی که لازم است استعمال نمی‌گردد. اگر ما به کار بعدی پرداخته و از مردم تشکر نکنیم، فرصت ترغیب کارهای خوب بیشتر را از دست می‌دهیم. بله، از مردم و امداد خوبشان باید سپاس به عمل آوریم تا آنها بدانند آن چی می‌کنند ارزشمند است. برای من سپاسگزاری ارزش زیادی دارد. من یک مغازه دارم و اگر مشتری بیاید و از من تشکر کند، احساس میکنم که کارم را به درستی انجام دادم و این احساسی است که مرا راضی میسازد. در جوامع اسلامی داشتن روحیه قدرشناسی و سپاسگزاری نسبت به دیگران جزء اخلاق نیکو و پسندیده اهل ایمان است. شیوه سپاسگزاری در جوامع مختلف متفاوت می باشد، ولی تمام ادیان آن را از خصلت پسندیده می شمارند. هیچ مذهب، عنعنه و لسانی وجود ندارد که در آن کلمه سپاس را نیابیم. تشکر در لسان روسی جنبه های خاص خود را دارد. عبادت نیز نوعی از ادای امتنان از نعمات خداوندی می باشد. تشکر در لسان روسی به معنای خدا نگهدار و یا هم مسئول باشی می باشد. کارشناسان توصیه می کنند که برای بهبود روحی و بشاشیت جسمی و پیشرفت در عرصه کاریتان، از امتنان نمودن که در یک نفس امکان پذیر است دریغ نورزید. بعض کسانی که با شما کمک می رسانند با اظهار سپاس قدردانی نمایید. امتنان کلمه با معنی و زیبایی است که برای اشخاص زحمتکش اهمیت خاصی دارد. بهتر از آن این است که شما از شخصی به شکل تحریری و یا با گذاشتن یک یادداشت سپاسگزاری کنید. در محیط کاری نیز به دست آوردن تحسین نامه ها و تقدیر نامه ها نوعی از امتنان بوده که ما را مسرور می سازد. بنابراین باید در برابر زحمات طاقت فرسای پدر و مادر، فداکاری ها و ایثار همسر، خواهر و برادر و زحمات صادقانه و بی‌شایبه دوستان خود توجه داشت. در چین مردم از کودکی اطفالشان را به ادای امتنان تشویق و عادت می کنند و آن را بخش مهم تربیت طفل خود می دانند. به همین دلیل استادان هم شاگردانشان را همواره به اظهار امتنان و سپاس تشویق برنمایی کرده و بر اصل ارزش آن تاکید می ورزند. کلمه سپاس فراگیر و جهانی است. در کشورهای آمریکای جنوبی امتنان بخش مهمی زندگی روزمره، فرهنگ کشور ما و همچنان حصه ای از دین ما را تشکیل می‌دهد. من نخست از خداوند متعال، بعد از والدینم و دوستان خوبم سپاسگزاری می‌کنم که در هر عرصه زندگی با من بر رسیدن به اهداف و جایگاهی که قرار دارم کمک نمودند. بله، و اگر خواست خدا باشد روزی از خانم خود هم تشکر خواهم کرد. فکر می کنم که سپاس بسیار مهم است، خاصتا وقتی همکارانم کارشان را به وجه احسن آن انجام می کنند. شکریه. شکریه. شنورا گالم.
مرسی. سپاسیبا. موچه گراسیاس. شیه شیه. سپاسیبا. و من خودم شخصا از شما بیننده عزیز تشکر می نمایم که در مورد امتنان گزارش امروزی ما را تا اخیر مشاهده کردین و با امید این که اظهار امتنان را در جامعه ترویج بخشیم. شایسته سعادتلامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. و پرسش امروز ما از دوستان در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک نیز درباره اثر و ارزش سپاسگزاری در روابط اجتماعی بود. زبیر عثمان خیل از کابل نوشته تشکر گفتن و کلمات امثال آن در ظاهر کوچک ولی ارزش معنوی آن بسیار بزرگ است و در بین افراد باعث محبت و نظم اجتماعی می شود. فضل الرحمن سایی از زمنگان نوشته لطف خوش و جبین باز سنگ‌پایه‌های روابط اجتماعی را شکل می دهد. از این رو هر فرد اجتماع تلاش کند تا در برقراری روابط اجتماعی با دیگران از اخلاق نیکو کار گیرد. بیننده های عزیز شما می توانید نظریات خود را در صفحه فیسبوک با آدرس facebook.com/voaashna با ما شریک سازید. بخش دری به پایان رسید. خدا نگهدار.